روسکی صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس به ما پیوستند. خوش آمدید. خانم صادقی، در صورت آغاز جنگ اسرائیل و حزب الله، گروه‌های شبه نظامی عراقی هم فکر می‌کنید وارد این جنگ بشن؟ خب این گروه‌ها در واقع از ماه‌ها پیش تهدید کرده بودند که اگر این اتفاق بیفته و این جنگ آغاز بشه، اونا وارد عمل خواهند شد. ما بیانیه‌های واضح و شفافی داشتیم از سمت گروه مسلح النجبا که آخرینش همین هفته گذشته بود، اصائب علالحق، از گردان‌های حزب الله عراق. رهبران این گروه‌ها به طور شفاف تهدید کرده بودند که اگر این جنگ صورت بگیره، اونا وارد عمل خواهند شد به عنوان گروه‌های محور مقاومت، و حتی واشنگتن رو هم تهدید کرده بودند که منافع اونها رو در منطقه هدف قرار میدن. همون مثل همین اتفاقی که در حال حاضر افتاده، حداقل در دو روز گذشته ما شاهد 5 حمله بودیم به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه. همین الان هم ما فراموش نکنیم مقاومت اسلامی در عراق یک مشارکت فعالی داره در حمله به خاک اسرائیل، همزمان با هماهنگی‌هایی که با حوثی‌های یمنی داره. در نتیجه این اتفاق خواهد افتاد، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید. خود این گروه ها دارن هشدار میدن با توجه به بیانیه‌ای که شب گذشته سخنگوی گردان‌های حزب الله عراق منتشر کرده، و این گزارش‌هایی که در رابطه با همین مسئله در رسانه‌های عراقی داره منتشر میشه، اینکه میتونه عراق رو وارد یک درگیری جدید بکنه. اما خب باز هم یک مسائل اینجا وجود داره که باید بهش پرداخت، اینکه اگر این گروه ها وارد عمل بشن، میزان ورود اونها به این عملیات یا به اصطلاح به حمایت از حزب الله لبنان چقدر خواهد بود؟ آیا این باعث میشه که به قدری خواهد بود که برای اولین بار اسرائیل وارد آسمان عراق بشه و پایگاه‌های این گروه‌ها رو هدف قرار بده، یا چه میزان آیا سپاه پاسداران از این گروه‌ها، از این گروه‌های مورد حمایت خودش در جبهه عراق میتونه به عنوان یک قدرت در این جنگ استفاده بکنه؟ این مسائل تا این لحظه مشخص نیست، ولی خب با توجه به تهدیدهایی که وجود داره، با توجه به اینکه مقاومت اسلامی در عراق خودش وارد این جنگ شده و کم و بیش این تهدیدات علیه یا حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه آغاز شده، میتونیم بگیم که اونها عملاً وارد این درگیری ها شدن، ولی خب چه میزان پاسخ خواهند گرفت از جانب آمریکا و اسرائیل، این هنوز مشخص نیست. و البته اگر هم مشخص بشه، به قول بسیاری از ناظران عراقی، میتونه بسیار برای عراق و برای این گروه ها هزینه سختی باشه. چرا؟ از که صادقی، روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما، متشکرم.